سلام عزیزای دل، خوبید؟ امیدوارم که حالتون خوب خوب باشه. امروز بازم میخوایم بریم سراغ یک لیست 10 تایی جذاب دیگه. البته بهتون بگم که این لیستم مثل لیست سریال های کمدی تو 2 پارت تقدیم شما میشه، چون تعدادش زیاده و ما مجبوریم 2 تا لیست 10 تایی براتون مشخص کنیم. تو لیست امروز از شماره 20 تا شماره 10 رو بررسی میکنیم. آهان، نگفتم میخوایم راجع به چی صحبت کنیم. میخواییم 20 تا از بهترین فیلم های عاشقانه سینمای ایران رو با هم بررسی کنیم. اما قبلش لازمه که بهتون بگم من لینک لیست های ایرانی رو اینجا براتون میذارم، اگر دوست داشتید روش کلیک کنید برید لیست های قبلی رو هم ببینید. خب حالا با هم دیگه بریم لیست شماره 20 تا 10 رو ببینیم. شماره 20، دلشکسته، محصول 1386، کارگردان علی روینتن، بازیگران شهاب حسینی، بیتا بادران، خسرو شکیبایی، فریبا کوسری. دلشکسته داستان دلبستگی 2 تا جوان با طرز فکر متفاوت و از 2 تا خانواده مختلفه، یکی خانواده شهید و مذهبی و دیگری خانواده غیر مذهبی، که مجبور میشن به اصرار معلمشون با یکدیگر پایان نامه بدن. به این منظور برای آشنا کردن همدیگه از جهانهای خودشون دوستای همدیگه رو به هم نشون میدن و این باب آشنایی بیشتر اونا میشه. شماره 19، سام و نرگس، محصول 1379، کارگردان ایرج قادری، بازیگران محمد رضا گلزار، نوشین حسین خانی، محمود کاکاوند، اسماعیل شنگله، اکرم محمدی. سام و عبد با هم رفقای صمیمی هستند. با گذشت زمان سام به نرگس خواهر عبد علاقمند میشه. عبد که قهرمان ورزشی میشه از سام چاقوی رو به عنوان هدیه دریافت میکنه و وقتی با چاقو جست میگیره ابی عکاس ازش عکس میگیره. بعد از مدتی مشخص میشه که همون عکاس هم به نرگس علاقمند شده. به همین دلیل برای انتقام از سام ماجرای علاقمندی اونو به نرگس برای عبد تعریف میکنه. عبد عصبانی به دیدار سام میره و اونجا به جای سام خودشو با چاقو مجروح میکنه که منجر به فوتش میشه. سام در این میان قاتل شناخته میشه و حکم اعدامش صادر میشه. اما روز عروسی ابی و نرگس با دیدن عکس عبد واقعیت مشخص میشه و پدر نرگس روز اعدام سام اون رو میبخشه. شماره 18، آواز قو، محصول 1379، کارگردان سعید اسدی، بازیگران جمشید هاشمپور، بهرام رادان، ساره آریان، داریوش مؤدبیان. پیمان فدایی ناراضی از تصمیم پدرش برای فرستادنش به خارج، مجلس جشن رو که براش برپا کردن ترک میکنه و به سراغ دختر مورد علاقش پرستو میره. پیمان علارغم مخالفت پدر پرستو رو سوار اتومبیلش میکنه، اما توی یکی از پست‌های خیابونی نیروی انتظامی به دلیل نداشتن نسبت خانوادگی دستگیرشون میکنه، در حالی که سرگرد فتای ایدری اعتقادی به جلب و دستگیری اونها نداره. درگیری پیمان و یکی از مامورای پاسگاه هنگام پر کردن ورقه تعهد اوضاع رو وخیم‌تر میکنه و پیمان به جرم مضروب کردن پلیس زندانی میشه. تو مدت حبس یکی از زندانیا اونو به فرار از کشور ترغیب میکنه. پیمان تو فرصتی مناسب دست مامورا فرار میکنه و با تماس با شماره تلفنی که از زندونی گرفته بوده امکان خروج از کشور رو برای خودش و پرستو فراهم میکنه. شماره 17، در امتداد شب، محصول 1356، کارگردان پرویز صیاد، بازیگران گوگوش، سعید کنگرانی، محبوبه بیات، جهانگیر فروهر. پروانه که خواننده و ستاره مشهور سینماست، پس از یک ازدواج ناموفق با مردی به نام کاوه که دارای همسر و فرزنده رابطه صمیمانه برقرار میکنه. جوان محصلی به نام بابک که به سرطان خون مبتلاست شیفته پروانه است و با نامه نوشتن تمایل برای ملاقات با پروانه علاقه خودش رو بهش نشون میده. اون دوتا با هم آشنا میشن و مدتی رو با هم میگذرونن. وقتی پروانه از طریق مادر بابک از بیماری بابک مطلع میشه، تصمیم میگیره که اون رو برای معالجه به خارج ببره. شماره 16، غریبانه، محصول 1376، کارگردان احمد امینی، بازیگران ابوالفضل پورعرب، هدیه تهرانی، محمد رضا داوود نژاد، میترا حجار. جوونی به نام بزرگ تو نمایشگاه اتومبیل شوهر خواهرش که یوسف نام داره مشغول به کاره. یوسف ازش میخواد که ماشین گرون قیمت خانم دکتر ثابتی رو بهش تحویل بده. اما بزرگ تصادف میکنه و یوسف مجبور میشه برای پرداخت خسارت چند چک به خانم دکتر بده. بزرگ چند بار نزد خانم دکتر میره تا رضایتش رو بگیره و به جای یوسف اون خسارت بده. اما دکتر ثابتی به بزرگ یه پیشنهاد بسیار عجیب میده. شماره 15،
رویای خیس محصول 1384، کارگردان پوران درخشنده، بازیگران محمدرضا غفاری، افسانه پاکرو، فرامرز غریبیان، همایون ارشادی. آرش یه پسر 16 ساله است که تو اوج دوران بلوغ قرار داره. پدر و مادرش از هم جدا شدن و پسر بعد از مدتی زندگی با مادرش به دلیل مشکلاتی که بینشون پیش میاد نزد پدر برمیگرده. در اونجا با یه دختر نوجوان آشنا میشه و زندگیش از این رو به اون رو میشه. شماره 14، سوت دلان، محصول 1356، کارگردان علی حاتمی، بازیگران بهروز وثوقی، شهره آقداشلو، جمشید مشایخی، فخری خوروش. مجید که عقل سالمی نداره تو مغازه حبیب آقا کار میکنه و ظروف کرایه رو به مجلس عزا و شادمانی میبره. دلباخته دختریه که عکسش رو تو ویترین عکاسخونه دیده. حبیب آقا به امید شفا یافتنش اونو به امامزاده داوود میبره. چندی بعد مجید از نو به یک بلیت فروش سینما دل میبنده و از خونه گریزون میشه. حبیب آقا اونو پیدا میکنه و به توصیه یکی از اقوام داروفروش تصمیم میگیره زنی رو در کنارش بذاره تا شاید تو بهبود وضع روحی مجید مؤثر واقع شه. حبیب آقا زنی خودفروش به نام اقدس رو تو ظاهر زن نجیب به خونه میاره و مجید و اقدس به همدیگه علاقمند میشن. شماره 13، بمب یک عاشقانه، محصول 1396، کارگردان پیمان معادی، بازیگران پیمان معادی، لیلا حاتمی، سیامک انصاری، حبیب رضایی. در بحبوحه جنگ ایران و عراق تو سال 1367 تهران بیوقفه بمبارون میشه. عشق، محبت، امید، زندگی و ترس از مرگ رو تو روزهای پر استراب اون زمان برای مردمی که درگیر جنگ بودن از بین میبره. اغلب عشق به سختی درک میشه، اما مرگ یک واقعیت ترسناکه. بمب یک داستان عاشقانه نشون میده که عشق و امید چطور حتی تو مواجهه با تاریکی مرگ راهشون رو پیدا میکنن. داستان تو سالهای دهه 60 میگذره و ماجرای نوجوانی رو دنبال میکنه که تو پناهگاه هنگام بمبارون عاشق میشه. شماره 12، باران، محصول 1379، کارگردان مجید مجیدی، بازیگران حسین عابدینی، رضا ناجی، زهرا بهرامی. توی برج در حال ساخت عده‌ای کارگر روستایی و افغانستانی مشغول به کار هستند. لطیف، کارگر روستایی که مسئول خدمات و تغذیه کارگرانه، با خبر میشه که بعد از مجروح شدن یک کارگر افغانستانی، الان پسرش رحمت جاش مشغول کاره. به دلیل جثه ضعیف رحمت وظیفه خدمات دادن به کارگران رو به اون میسپرن و لطیف کار راحت خودش رو از دست میده. این کار لطیف رو عصبانی میکنه و اون در پی آزار رحمت برمیاد. یه روز متوجه میشه که رحمت در واقع دختریه به نام باران که از سر ناچاری در میان مردان به جای پدرش کار میکنه و همین موضوع باعث میشه که لطیف به کمک باران بیاد و در این بین بهش دل میبنده. ولی با منع کار برای افغانستانی ها لطیف به دنبال باران میگرده و وقتی وضعیت زندگیشون رو میبینه همه پسندازش رو به خانوادهشون میده. ولی بعد متوجه میشه که باران و خانوادهش قصد دارن برای همیشه ایران رو ترک کنن. شماره 11، عصبانی نیستم، محصول 1392، کارگردان رضا درمیشیان، بازیگران نوید محمدزاده، باران کوثری، رضا بهبودی. داستان فیلم درباره دانشجوی اخراجی به اسم نویده که به واسطه فعالیت‌های سیاسی از دانشگاه اخراج شده و حالا گرفتار جامعه‌ای شده که به هیچ وجه سر سازگاری با اون نداره. در این حال قصد داره تا ستاره که تنها امید زندگیش رو در کنار خودش نگه داره. نوید که به دلیل مشکلات شخصیش به اختلالات روانی دچار شده و برای مهار عصبانیت خودش به مصرف قرص روی آورده، تمام تلاش خودش رو به کار می‌بنده تا بتونه در مقابل جامعه ویران پیرامونش که در اون همه چیز با دزدی و دلالی پیش میره رفتار متعادلی از خودش به نمایش بذاره. ویدیو امروز رو دیدید؟ دوستش داشتید؟ اگر علاقمند بودید بهش لایک فراموشتون نشه. اگر هم علاقمند هستید به مباحث سینمایی 10 تای برتر، لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنید، البته اگر تا الان نکردید، و اون زنگوله بغلش رو هم بزنید. روی تصویر دارید 2 تا ویدیوی دیگه می‌بینید از 2 تا از لیست‌های ایرانی که قبلاً ویدیوش رو براتون ساخته بودم. اگر دوست داشتید روشون کلیک کنید و از اونها هم استفاده کنید. تا یک لیست 10 تایی جذاب دیگه، خدا نگهدارتون.